بسم الله الرحمن الرحیم به نام یگانه خالق هستی دوستان عزیز سلام روزتان بخیر وقتتان خوش امیدوار هستیم که حال همه شما عزیزان خوب باشد شاگردای خوب صنف نهم ان که درس گذشته را به خوبی خواندید و یاد گرفته باشید به خاطر دارید که در دا جلسه, جلسه گذشته ما و شما یک مبحث جدیدی را به عنوان سیستم آندوکرین با یکدیگر شروع کردیم و مطالبی را هم در رابطه بازی سیستم با یکدیگر خواندیم اما امروز انشالله به ادامه این موضوع میپردازیم خب شاگردای خوب در جلسه گذشته گفتیم که اجزای سیستم اندوکرین شامل سه بخش است بخش اول قدوات بود بخش دوم هرمون ها و بخش سوم حجرات هدف در رابطه با قدوات هم با یکدیگر به طور مفصل صحبت کردیم گفتیم قدوات به دو گروه تقسیم میشه قده های آندوکرین و قده های اگزوکرین تفاوتشان هم دهی بود که افرازات خودشان به کجا می ریزن. اگر این قدوات افرازات خود به داخل خون بریزه جزو قده های اندوکرین یا درون ریز حساب میشه و اگر افرازات خود به داخل یک مجرای غیر از خون بریزه قده های اگزوکرین یا برون ریز بود. اما در رابطه با هرمون ها و حجرات هدف و چند نمونه از قدد اندوکرین انشالله امروز با یک دیگه بحث میکنیم. هرمون ها چی هستند؟ هرمون ها از لحاظ ساختارشان یک نوع ترکیب کیمیاوی هست پس خود هرمون ها نوعی ترکیب کیمیاوی هستند. ما افرازات قده های اگزوکرین دیگه هرمون نمی نامیم. پس هر جا کلمه هرمون شنیدید یا خواندید یا دیدید ای افرازاد قدد آندوکرینه پس ما نتیجه میگیریم که هرمون ها ترکیبات کیمیاوی هستند که از قدد آندوکرین افراز و به کجا میریزن؟ به خون خب یک موضوع دیگر هم در جلسه گذشته عنوان کردیم که هرمون ها اختصاصی عمل کنند. حالا امروز میخوایم این اختصاصی بودن هرمون ها را توضیح بدیم برای توضیح و فهم این مطلب ما حجرات هدف هم باید بفهمیم که حجرات هدف چه حجراتی هست شاگردای خوب دقت کنین که قدد آندوکرین هرمون میسازه این هرمون ها انواع داره مثلا ما بعضی را به صورت دایره بعضی را به صورت مربع مثلث نشان میدیم ای به این معناست که یعنی مختلف متنوعه. خب این هرمون ها باید در دا داخل خون که ریخته شد گردش کنه در سر تا سر بدن ما و شما و حجرات هدف خود پیدا کنه حالا این حجرات هدف از کجا پیدا میکنه مثلا این یک حجره ای هست که این حجره ها در قشای حجراوی خود دارای آخزه هست آخزه یا گیرنده اینا گیرنده های متنوع داره بر حسب اینکه هر حجره ما و شما چینو گیرنده ای داشته باشه هرمون ها گیرنده ها یا حجرات هدف خود شناسایی میکنن حالا با توجه به این آخزه ها یعنی در به طور مثال مانند پازل عمل میکنن از بین این سنو هرمون تنها هرمون هایی که دایره یا گرد باشه بر روی ای حجرات و آخزه های آنها میشینه و نشستنش بر روی آخزه یعنی شناسایی کردن یعنی تاثیر ای هرمون در اینجا مشخص میشه حالا یک حجره دیگه به طور مثال ای آخزه یک شکل دیگه داشته باشه خب مسلم هست همونطور که ما و شما میبینیم دیگه این هورمون دایره ای یا گرد در اینج نمیتونه قرار بگیره بلکه قطعاتش مانند پازل ها باید چی شوه تکمیل شوه پس میبینیم که هورمون های متنوع بر حسب آخزاهای های خودشان بر روی حجرات حجرات هدف شناسایی میکنه همونطور که هورمون ها اختصاصی هستند حجرات هم اختصاصی هستند و به این حجره ای که آخذه یا گیرنده او هورمون داره میگیم حجره هدف ای هرمون یا ای حجره ما که ای آخذه را داره ای دیگه حجره هدف برای همین هرمونه نه برای هرمون سگوش و هرمونهای گرد یا دایره ای شکل اینها را به عنوان مثال برای شما عرض کردیم خب پس حالا ما و شما فهمیدیم که هورمون ها اختصاصی هستن حالا امروز ما و شما میخوایم ببینیم که بدن ما و شما از کجا تشخیص میده که در چه زمانی هورمون افراز کنه یعنی قدرت اندوکرین کی تشخیص میده که حالا باید این هورمون افراز شود چرا که بعضی از هورمون ها در تمام طول عمر ما و شما افراز نمیشه مثلا هورمون های رشد مثلا هورمون های جنسی این هورمون ها همیشه نیست اما هورمون های مانند هورمون های قند خون انسولین گلوکاگون از هنگام تولد هست تا زمان حیات پس در نتیجه قدد آندوکرین باید یک مکانیزمی داشته باشه برای ازی که تشخیص بده چی زمانی این هورمون ها را افراز کنه شاگردای خوب دقت داشته باشید که در جلسه گذشته ما و شما گفتیم ما یک قده ای به نام قده نخامیه یا هایپوفیز داریم که این قده نخامیه یا هایپوفیز به زیر بخش هیپوتالاموس مغز ما و شما قرار داره حالا خود این قده هایپوفیز سه بخش داره هایپوفیز پیشین هایپوفیز میانی و هایپوفیز پسین اما ای که چرا ما قدر به سه بخش تقسیم کردیم به خاطر ازی هست که هر کدام از این بخش ها هرمون های خاصی را افراز میکنه و این هرمون ها روی قدرت اندوکرین مشخصی هم اثر میگذاره و فعالیت خاصی را در بدن ما و شما تنظیم میکنه حالا با هرمون های سه بخش آشنا میشیم در پای تخته ما برای شما افرازات این قده هایپوفیز را در بخش های مختلفش نشان میدیم خب حالا خوب دقت کنید شاگردای خوب هیپوتالاموس دستور میده به قدد اندوکرین هایپوفیز حالا ای که ای دستور هیپوتالاموس در کدام بخش هایپوفیز بیایه یا برسه اینجی دیگه فرق میکنه قده هایپوفیز به سه بخش تقسیم میشه هایپوفیز پیشین هایپوفیز میانی و هایپوفیز پسین همین اول ما با هایپوفیز میانی کاری نداریم چرا که این بخش میانی هایپوفیز در انسان هورمون خاصی افراز نمیشه کار خاصی را انجام نمیده یعنی هیپوفیز پسین و پیشین هستش خب های هیپوتالاموس یا هایپوتالاموس دستیر دستوری که به هایپوفیز پیشین میده یعنی به این دستور میده که ای چی بسازه ای محرک ترشوه پنج هرمون در بدن میسازه خود هرمون نمیسازه ها نمی سازه. محرک ترشوهش رو میسازه هیپوتالاموس دستور داد با هیپوفیز پیشین هیپوفیز پیشین محرک می سازه از طریق خون محرک ده همو قده حجره قده یا حجره هدف می رسانه و او حجره یا قده هرمون اصلی را افراز میکنه به همین خاطر هرمون هایی را که هایپوفیز پیشین می سازه در ابتدای همه از اونا کلمه محرک را ما قرار میدیم مثلا میگیم گیم هرمون محرک رشد ببینی خود هورمون رشد نیست هورمون محرک رشد حالا در اسلاید با نام علمیش آشنا میشیم سوماتوتروپ یا سوماتوتروپین دیگه هورمون هورمون محرک تایروید تایروئید یا به یه به این هورمون تیروتروپ هم میگه بعدی هورمون محرک فوق کلیه هورمون های محرک فوق کلیه به نام هورمون های و, و تروپ هم یاد میشه هورمون محرک ترشوه شیر بعد از ولادت نوزاد هورمون پرولاکتین نام علمیش هست و آخرین هرمون هرمون های محرک جنسی یا هرمون های اینها همه پنج محرک هرمون هست. خود هرمون نیست این دستور ساختشه یعنی ای افرازات هیپوفیز پیشین یا هرمونش به داخل خون ریخته میشه مثلا در هرمون تایروید محرک تایروید این باید بره و فقط روی تایروید اثر کنه و تایروید بگه تو هرمون بساز حالا در اسلایت بعد میخوانیم که باز تایروید چه هرمون هایی رو میسازه هرمون محرک فوق کلیه آدرن زمانی که از هیپوفیز پیشین افراز شوه میره و فقط بر روی قده آدرنال که بر روی دو گرده قرار داره اثر میزنه و به او دستور میده که هرمون های خود بسازه اگر ای آدرن و کورتیکوتروپین ترشوه نشوه و افراز نشوه قدرت آدرنال هرمون خود افراز نمی کنه. پس زمانی که ای پیام ها یا ای دستورات از هیپوفیز پیشین بر روی این قدوات اثر گذاشت اونا هرمون های خود می سازه. هیپوفیز پسین یک فرقی داره که معمولاً در سوالات چارگزینه ای جاخالی صحیح و غلط شما باید دقت کافی را داشته باشید خب در هیپوفیز پیشین خودش می سازه و ترشح میکنه افراز میکنه اما در هیپوفیز پسین فقط افراز ما داریم فقط افراز پس کجا اینا ساخته میشه در داخل خود هیپوتالاموس هیپوتالاموس پس هیپوتالاموس فقط افرازات یا هرمون های هیپوفیز پسین می سازه اونا را در دا داخل هیپوفیز پسین ذخیره می کنه. خودش می سازه می فرسته دا داخل هیپوفیز یا هیپوفیز پسین هر زمانی که دستور داد هیپوفیز پسین او هرمون ها را آزاد می کنه. اما در این پنج هورمون خود هیپوفیز می سازه و خودش هم هر زمانی که لازم باشه افراز می کنه. پس ساخت هرمونهای های هیپوفیز پسین هست که فقط در هیپوتالاموس ساخته در هیپوفیز پسین ذخیره میشه خب دو هورمون بسیار مهم هست که در هیپوفیز پسین ساخته میشه هورمون ADH یعنی هورمون آنتی دیورتیک آنتی دیورتیک یا وازوپرسین اینا هورمونهای های ضد ادرار هست و دیگری هورمون اکسیتوسین هرمونه چی بود؟ اکسی چه هرمونی هست؟ هرمون تسهیل کننده زایمان هرمون تسهیل کننده زایمان خب پس اگر در سوالات کنکور دیدید که آمده بود که ای دو هرمون ADH یا اکسیتوسین در کجا زخ... ساخته و در کجا ذخیره میشه میگیم در هیپوتالاموس ساخته و در هیپوفیز پسین ذخیره میشه اما هر کدام از این پنج تا بود هم در هیپوفیز پیشین ساخته و هم در هیپوفیز پش... پیشین ذخیره میشه در قسمت پیشین هم ساخته هم ذخیره میشه اما اینا نه در هیپوتالاموس ساخته و در هیپوفیز پسین ذخیره میشه تا هر زمانی که مورد نیاز باشه اینا به دا داخل خون افراز شوه از طریق خون گردش کنه و خود به حجرات یا قده های هدفشان برسانه خب این هورمون ها را به خاطر بسپارید که بسیار مهمه و تا سنف دوازده محل اینها را دیگه نمیخوانید با اما با اینها سر و کار دارید که در کجا ساخته و در کجا ذخیره میشه و بر روی چه قدرتی اثر میگذاره و چه اثری داره خب شاگردای خوب نام علمی هورمون ها را یک بار دیگر مرور میکنیم هورمون محرک رشد یا سوماتوتروپین هورمون محرک تایروئید یا تیروتروپ تیروتروپ یا تیروتروپین به یک معنی است هورمون محرک فوق کلیه یا آدرنوکورتیکوتروپ هورمون محرک ترشوه شیر یا پرولاکتین و هورمون های جنسی یا گنادوتروپین که در دوره بلوغ ترشوه میشه و به خون ریخته میشه خب با اولین هورمون که مهمترین هورمون هم هست به نام هورمون سوماتوتروپین یا هورمون رشد آشنا میشیم. خب در این اسلاید شما تصاویری را میبینین که حاکی از تفاوت قد بین دو نفر هست که در شکل سمت چپ یک نفر که بسیار قد بلند داره یک نفر با قد متوسط و نرمال و یک نفر با قد بسیار کوتاه را میبینیم و بعد در تصویر دیگه در سمت راست عکس دست دو نفر که از نظر سن با یکدیگر همسن هستند را میبینیم که یکی دستان بسیار ظریف و کوچکی داره اما دستان سمت راست یک دست پهن زخیم و بزرگتر هست خب هرمون رشد یا سوماتوتروپین هرمونی هست که در دوره رشد ما و شما افراز یا ترشوه میشه یعنی از زمانی که جنین در بطن مادر هست ای جنین یک مراحلی را از رشد و نموفتهی میکنه بعد از او که متولد میشه همچنان رشد را داره تا زمانی که دیگه قدش ثابت میشه خب در حالت نرمال زمانی که قد ثابت شد دیگه هورمون رشد افراز نمیشه اگر این هورمون رشد کم یا زیاد ترشح شود یا افراز شود مشکلاتی را به وجود میاره خب ترشوه هورمون رشد در حالت عادی معمولا در دخترها و پسرها یعنی در زن و مرد متفاوت است بستگی حتی بین یک جنس هم متفاوت است یعنی ما نمیتونیم یک سنی را دقیق برای شما بگیم که مثلا دخترها تا 18 سالگی و پسرها تا 22 سالگی اینها درصد بالای یعنی به احتمال خیلی زیاد دختران تا 18 و پسران تا 22 جهش رشدشان دیگه زدن و بعد از اون اندک یک سان دو سانتی اگر قد اینها رشد پیدا کند دیگر رشد چندانی را نخواهند داشت اما بین خود پسران و بین خود دختران ملاک در ترشوی هرمون رشدیه شما در انساج استخوان خواندید که ما دو نوع انساج استخوانی داشتیم متراکم و اسفنجی های بلند مانند های دست و پا تنه اونها یا بخش مرکزی اونها متراکم بود و دو سر ها بود تا زمانی که این بخش متراکم دو سر را نگرفته انسان از نظر قدی رشد داره زمانی که دو سر استخوان صفحات قذروفی دیگه استخوانی شد دیگر رشد امکان پذیر نیست خب زمانی که هورمون رشد ترشح میشه یا افراز میشه به خواب بسیار اهمیت داره و بستگی داره چرا که هورمون رشد در خواب ترشح میشه اما خواب شبانه با سنین مختلف خواب فرق میکنه اما اکثر شما عزیزان که در سن نوجوانی هستید کمی کم کم حداقل باید 8 تا 10 ساعت در شبانه روز و مخصوصا 8 ساعت شده شب باید بخوابید اگر کمخوابی در شب به طور دائم تکرار شود این هورمون ترشح اف... یا ترشوه یا افراز این هورمون دچار اختلال میشه و معمولا دختران و پسرانی که در سن نوجوانی در شب دوچار کمخوابی بدخوابی هستند اینها یا شب های مکرر و دائم دارند، اینها از نظر قد نسبت به سایر همسن و سالای خودشان رشد طبیعی را ندارن خب اگر هورمون رشد به طور مناسب و طبیعی ترشح شود همونطور که در این تصویر میبینین یک انسان نرمل رو میبینین که قد نرمل و متوسطی را داره اما اگر در سنین رشد یعنی تا هم و 18 در دخترها و 22 در پسرها هورمون رشد بیش از حد ترشح شوه دوچار یک آرزه به نام جیگانتیزم یا قد بلندی میشه این قد بلندی یعنی بسیار بلندن دو متر و هفتاد، دو متر و هشتاد، دو متر و شست قد اینها بالا میره خب اگر این هورمون رشد در همو دوره بلوغ یا همو دوره که در سن رشد هستند بیش از حد کم افراز شوه هم دوچار یک آرزه رشد به نام نانیسم یا کتولگی میشه یعنی ای بچه ها یا ای نوجوانان از نظر رشد قدی بسیار بسیار قد خردی را داره طوری که قد اینا از نیم تا یک متر بیشتر نیست قد ای افراد پس در دوره رشد باید در حد طبیعی باشه اگر بیش از حد باشه ژیگانتیسم و اگر کمتر از مقدار معمول باشه نانیسم اما بعد از اینکه دو سر صفحات استخوانی ما از قذروف دیگه تمام و استخوانی شد دیگه این هورمون نباید ترشح زیادی داشته باشه اگر بعد از دوره بلوغ هورمون ها بسیار ترشح شود دچار یک آرزه دیگه به نام آکرومگالی یا بدپیکری یا زشت پیکری را میشه یعنی چه یعنی بعد از اینکه انسان به بلوغ رسید و قدش ثابت شد حالا این هورمون ایتو نیست که هر چی هورمون تا هر بیشتر ساخته شود ما بیشتر قد بکشیم نه از زمانی که صفحات استخوانی شد اگر همچنان افراز شوه دیگه استخوان های بدن شروع میکنه به پهن شدن نه طویل شدن قد نمیکشه اما از پهنا و ارزی زیاد میشه خب این افراد میبینه که روز به روز دست اینها پهنتر میشه انگشتر دیگه در دست انگشتان اینا نمیشه پای اینا در داخل کفش جا نمیشه و بسیار هم غیر طبیعی هست که همه اینا را ما با مراجعه به یک متخصص قدرت میتونیم به موقع اینا را درمان داشته باشیم خب معمولا این مقدار جهش رشد ها را برای افراد مختلف متفاوته چه عواملی در قد کودکان ما و شما تاثیر داره والدین محترم و عزیز توجه داشته باشید که 80 درصد ژنتیک یا وراثت در قد اطفال ما و شما نقش داره و 20 درصد ورزش و تغذیه هست خب این 80 درصد یعنی چی یعنی به قد پدر و مادر معمولا برای اینکه ما حدودی حدس بزنیم بچه های ما چقدر باید قد بکشه قد پدر و مادر را بر حسب سانتی متر با یک دیگر جمع کنیم و منهای عدد هفت کنیم یا ده یا هفت هفت تا ده کم کنیم حدودی قد بچه ها یا قد اطفال ما و شما مشخص میشه با ده سانتی متر بالاتر یا پایینتر اما اون حرف اصلی را یا اون معیار اصلی همو وراثت یا ژنتیک میزنه اگر پدر و مادری هر دو قد بلند داشته باشه شانس قد بلندی در این بچه ها 80 فیصده و اگر رژیم به شرطی که در کنارش رژیم غذایی و ورزش هم باشه اگر یکی از والدین قد بلند و والد دیگه قد متوسط داره باز هم این بچه ها به قد بلندی و یا حد اقل قد متوسط میرسن چرا که 80 درصد یا 80 فیصد شانس قد بلندی به وراثت بستگی داره ورزش هم بسیار بسیار مهمه باز انشالله خود شما در کتاب های علمی بخوانید در گوگل سرچ کنید که چه ورزش هایی برای دختران و چه ورزش هایی برای پسران در سنین رشد مناسبه تا اونها قد لازمه داشته باشند خب با یک هورمون و یک قده دیگه آشنا میشیم به نام قده تایروئید خب ای قده در کجا قرار داره؟ همونطور که در تصویر میبینین یک قده به شکل اچ انگلیسی هست که درست در جلوی هنجره یعنی در جلوی گلو قرار داره این قده را به نام قده تایروید همه میشناسه یک قده بسیار بسیار مهمی هست که تنظیم متابولیزم بدن به این قده بستگی داره حتی ما میزان ناباروری ها را در زنان و مردان هم میبینیم که قده تایروید در او نقش داره خب قده تایروئید کی باید هرمون های خودش را افراز کنه و چه هرمون های را افراز کنه و یه هرمون ها چه میکنه هر زمانی که قده هیپوفیز پیشین ما و شما هرمون محرک تایروید یعنی تیر و تروپ ساخت و به داخل خون افراز کرد این هورمون تیروتروپ میایه و به قده تایروید اثر میگذاره و قده تایروید را وادار به ساختن دو هورمون کلسیتونین و تیروکسین میکنه خب کلسیتونین در تنظیم کلسیم خون نقش داره یعنی زمانی که کلسیم خون بسیار زیاد شوه کلسیتونین ساخته میشه این کلسیتونین میآید و کلسیم را رسوب میده یعنی اینها را وادار میکنه در دندان ها در استخوان ها ذخیره شوه تا کلسیوم خون کاهش پیدا کنه هورمون دیگه هورمون تیروکسین هست تیفور و تیتری 3 هایی هست که به نام هورمون تیروکسین قده تایروئید یاد میشه این هورمون هم بسیار مهم است چرا در تنظیم متابولیسم و مقدار انرژی که از حجرات بر نتیجه خوردن غذاها آزاد میشه تحت کنترل همی هورمون تیروکسین هست دقت داشته باشید که تیروکسین یکی از مهمترین هورمون های بدنه چرا که اگر قده تیروئید یا تایروئید ما و شما در دوران جنینی مادر با کمبود آیودین روبرو شوه یا قدرت تایروید مادر خوب کار نکنه حتی تاثیر را در مغز جنین هم داره اما بعد از ولادت اگر در دوران کودکی این هورمون به مقدار کافی ترشح نشود این کودکان هم از نظر رشد جسمی یا فیزیکی و هم از نظر رشد ذهنی اینها عقب مانده تر از سایر کودکان دیگه خواهند بود اگر هورمون تایروئید در افراد بالغ هم کمکار شود این افراد همیشه هم احساس بیحالی و ضعف داره چرا که هرمون تیروکسین که از قدد تایروید آزاد میشه کار سوخت و ساز یا تولید انرژی را بر عهده داره زمانی که اینا کمتر افراز شوه در بدن کمتر انرژی تولید میشه اینا احساس سرگیجه و ضعف دارن اما اگر اینها این قده اگر پرکار شوه چه اتفاقاتی میافته ما یک سری اختلالاتی را در قده تایروید داریم اولین اختلال قده گواتر یا جاغور هست کم کاری تایروید گاهی وقتا با کمبود یود همراه مثلا اگر در بدن ما و شما یود یا آیودین کم باشه این قده تایروید که در جلوی گلوی ما و شما قرار داره خود حجم همی قده زیاد میشه چرا که تصور میشه که هرچی قده بزرگ شوه آیودین بیشتری را میگیره اما آیودینی وجود نداره آیودین کم هست این قده روز به روز کلانتر میشه و در جلوی گلو یک برجستگی را به نام گواتر یا جاغور به وجود میاره که اینا باز دو نوع هست سمی و غیر سمی که انشالله در سنف دوازده میخوانید. اما این قده تایروید وقتی پرکار میشه افرادی که دوچار پرکاری تایروید هستند دمای بدن اونها همیشه بالایه همیشه احساس داقی داره عرق بدنشون زیاده خصوصا در ناحیه کف دست و پاها عرق زیادی اینا میکنه حتی لرزش ما در انگشتان دست میبینیم شاید دیده باشید در بعضی از دکتر سایبا که مراجعه کرده باشید به بیماران خودشان میگه دستتان صاف بگیرید برای چند ثانیه که ای دست نباید لرزش داشته باشه دیگه پرکاری تایروئید چشمان بیرون زده یعنی یک حالت تعجب یا بیرون زدگی را افرادی که دچار پرکاری تایروئید میشن دارن کم خوابی و عصبانیت را هم افرادی که تایروید اونها پرکار هستند تجربه میکنن که اینها علائمی هست که بالینی هست یعنی بظاهر نشان میده که اینها تایرویدشان دچار مشکل هست های خود یا کم یا زیاد افراز میکنه تشخیص همه اینا با آزمایشات خون و لابراتواری مشخص میشه که به دستور دکتر صاحبا باید انجام شود. خب شاگردای خوب دو هورمون بسیار مهم من امروز تا به اینجا خواندیم یکی هورمون سوماتوتروپین یا هورمون رشد بود و دیگری هورمون های قده تایروئید بود که در نتیجه تیروتروپ از تایروئید افراز میشد کلسیتونین و هورمون تروکسین بود یک قده دیگر هم در جلسه گذشته برای شما معرفی کردیم که هم آدر جز قدرت درون در ریز هست و هم جز قدرت برون ریز یعنی هم آن دو کرین بود و هم اگزوکرین، که او قده قده پانقراس هست قده پانقراس به عنوان یک قده ای که دو بخش داره بخش درون ریزش دارای آنزیم های هضمی بود که در فصل اول بیولوژی مثال مفصل او را خواندید که چه آنزیم های هضمی را می به کجا می ریزه. اما بخش درون ریز یا اندوکرینش دو هورمون هست به نام هرمون های انسولین و گلوکاگون همه قدر در درس امروز من برای شما میگم که اینا هرمون های قند خون هست اما مکانیسم و متابولیزم اینها را در جلسه بعدی انشاءالله برای شما توضیح خواهیم داد در این شکلی که میبینید همه کیسه زرد رنگ قده پانقراس یا لوزل میده هست این قده پانقراس یا لوزل میده که به زیر کبد یا جگر قرار داره و در کنار تحال و معده قرار داره خب این دو هورمون می سازه یکی هورمون انسولین که پایین آورنده قند خونه و یک دیگه هورمون گلوکاگون هست که افزایش دهنده قند خونه حالا اینا هر کدام از اینا در چه زمانی افراز میشه و چه کار را چه کاری را اینا انجام میده ان در جلسه بعدی ما و شما به طور مفصل با یک دیگر میخوانیم خب شاگردای خوب انشالله که درس امروز برای شما جالب و شنیدنی بوده و چیزای زیادی را از درس امروز یاد گرفته باشید خب همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ میسپارم انشالله که درستان فراموش نکنید خدا یار و نگهدار شما